دیولوپ رو تموم کردیم دانشجوی گل رفقای عزیز، بریم سراغ قسمت کانتکت شیت. یعنی اینکه یک سری عکسای کوچیکو به صورت تامنیلز روی یک صفحه مثلا کاغذ بتونید پرینت کنید و به مشتریتون نشون بدید. کانتکت شیت خیلی در ایران در عروسی ها استفاده میشه، یعنی وقتی که عکاسی یه سری کارا میکنه یا کلا یه سری عکس رو ادیت میکنه، اینا رو نمیاد تحویل مشتری بده، میاد به صورت کانتکت شیت، یعنی به صورت کوچیک کوچیک رو کاغذ کنار هم چاپ میکنه، شماره یا اسم فایل رو زیرش پرینت میکنه، مشتری اگر انتخاب کرد براش بزرگش چاپ. در واقع این برای اینه که شما نیایید همه عکسایی که گرفتید تحویل بدید، مشتری هم که همه رو نمیخواد، در نتیجه یه واسط انتخاب کردید. در مورد کارهای حرفه‌ای‌تر مثل جشنواره‌ها داورها ازش استفاده میکنن، این کانتکت شیت رو میذارن جلوشون رو مقایسه میکنن و در اساس شماره میرن جلو. بعد کارهای خودتونم برای هر جور که دلتون بخواد میتونین ازش استفاده کنید. این نرم افزار مثل فتوشاپ و ایلیستریتور نیست که من سیکشن سیکشن درس بدم و بعد بیام توش هر قسمت رو به قول معروف یه چند تا پروژه کاربردی انجام بدم. من باید یه دید به شما بدم در انتها این کار رو بکنم، مثل HDR کردن و مثل عکسای واید سکرین و بتونید پانوراما درست کنید، یا مثل پریست هایی که برای استفاده رو عکس اینستال میشه توی این نرم افزار. اینه که باید حوصله کنید یه دید پیدا کنید. تا الان هم کردید، توی 10 جلسه گذشته لایبرری و دیولوپ تموم شد. قسمتی مثل سلاید شو من دیگه اینو درس نخواهم داد، چون کسی نمیاد بشینه با لایت روم سلاید شو درست کنه، یا حداقل در مورد بچهای هنری هم چیکاری نمیکنه. اسلاید یعنی که عکس رش و خروجی فیلمه. من پرینت رو میخوام بهتون درس بدم، منتهی باز کسی توی نرم افزار فکر نمیکنم عکس پرینت کنه، همه تو فتوشاپ پرینت میکنن یا با ویور خود ویندوز که خیلی با کیفیت پرینت میکنه. وبش هم مثلا میاد گالری درست میکنه، باز برای کسی که مثلا هنری یه سایت شخصی داره دیگه. و اگه برید آداب میوز رو یاد بگیرید که آموزش دادم، بدون یه خط برنامه نویسی میتونید سایت داشته باشید و گالری. این مپ هم یه امکان جدیده. خلاصه اگر صبر کنید تا آخرین جلسه من همینا رو بهتون درس میدم، یعنی چیزایی که گفتم قسمت های پیش رفته. این مپه وصل میشه به اینترنت، شما یه جایی رو انتخاب میکنید، عکس میگیره از عکسای اون نقشه و میتونید استفاده کنید. الان داره وقت رو به اینترنت وقت میگه، هدف من نیست. یک نکته رو باید بهتون الان گوشزد کنم در مورد لایت روم. اگر برید عکسایی که باز میکنید برای ادیت و اینجور کارا از روی هارد دیسکتون، هارد درایو اکسترنال در واقع بگیرید، یه مشکل پیش میاد. هر بار که بازش میکنید اون هارد تو اسلیپ خوابیده، باید اون روشن کنه و بگرده دنبال عکس ها، اینه که یکم طول میکشه. توصیه میکنم عکساتون رو روی یک فولدر داخل اینترنال هارد دیسک، یعنی توی لپتاپ یا کامپیوترتون هست. ببینید اینم بوکه، یه کتاب براتون درست میکنه با قابلیت ورق زدن، خیلی ساده. ما شما میتونید اینجا کتابچه درست کنید عکساتون، بازم یک شکلی از اسلاید شو. این هم اسلاید شوه دیگه، با بکگراند خاکستری باشه، سایه داشته باشه، موزیک بذاره، براتون خروجی فیلم بگیره، کپی رایتتون اینجا بنویسه، چقدر فاصله ها باشه و بعد یه فیلم بگیره. عکس ها همجوری آرومی ها 3 ثانیه با میسته تو هم فید میشه عکس بده. این هم کسی که دیگه گرافیسته یا هنری، ادیوز بلده، پریمیر بلده، افتر افکت بلده، یکی من نمیتونم تو لایت روم رو شما درس بدم اون بلده.
خونه ای. اینو باید به عنوان نمیدونم، واقعا نمیفهم لایسو برای چی همچه کاری میکنه، دیدش چیه؟ این همه بالاخره آدمایی که میان سراغ کار عکاسی حرفه ای میان سراغ لایترو و عکاس حرفه ای هیچ وقت پرزنتیشنش به اینقدر ساده نیست. ولی مثلا یه ویو ساده بهتون بگم اینجا، خب خط دور داشته باشه یا نداشته باشه، عکسا سایه داشته باشم یا نداشته باشم، میتونید سایه دار کنید عکسو، این خطوط گاید باشه یا نباشه، البته فقط اینجا برای محیط طراحیه. کنج عکس چی بدیم؟ سرا نوشته لایت روم گذاشته اینجا و اینجا اپاسیتی، بزرگیش، کوچیکیش، رنگش، بره پشت عکس، بیاد جلوی عکس، واترمارک داشته باشه. واترمارک یه همچه چیزیه، میذارید مثلا میزنید اینجا جمله تو رو میزید کپی رایت سعید طوفانی و بعد این رو روی عکس میزن. اینجا ستاره های عکس اگه داره، یعنی اگر در قسمت لایبرری در قسمت متا دیتا و اینا به عکس ستاره ای دادید اینجا بیاد یا نیاد، مت بیاد بالاش یا نه، فونتش چی باشه، مت منظور کیبورد هایی که داخل عکس، کالر بش این عکس، این رنگ بک‌گراندش چه رنگی باشه. میتونید یه عکس بذارید تو بک‌گراند، فعلا بک‌گراند به صورت رنگ روز افتخار دیدن بچه های خواهرامو دارم و اولا پشت دردن سرسطا میکنم، روز میخوام این ویدیو رو من جهت تکمیل آموزش دانشگاه تو خونه میگیرم و چون وقت نمیشه سر کلاس همش رو بگیرم، بعضیش رو خونه میگیرم، بعضیش کلاس برق میره، نمیدونم یه روز قیف نیست، یه روز قیر داغ نیست، مثل جهنم ایرانی ها. anyway و پلی بک، چون تو اینجا بگید که برام فیلم بگیر و بعدم یه پلی هم بزنید بهتون نشون بده شروع میکنه پریویو ساختن. اینم پلیش هست، دونه دونه عکس ها میان فید میشن تو هم دیگه و یه همچه پرزنتیشن میسازه. خب اگه واقعا نیاز داشتید یه موقعی پرزنتیشن بسازید بد نیست و میتونید خروجی هم بگید، یعنی بگید توی اکسپورت و بعد اینجا من ببینم که اینجا کوالیتیش هم اینجا در میره مثلا با کیفیت خیلی زیاد و بعدم اکسپورت برام بگیم. توی اکسپورت مشخص میکنید هارد درایو، اینجا ویدیو، ویدیو رو براش کوالیتی و همه چیش رو مشخص میکنید، اینجا باید مسیر بدید، فولدر بدید. توی اکسپورت اولیه که آموزش دادم تو لایت روم اینجا مشخص کردم روش اکسپورت کردن عکس رو، به همون روش فقط قسمت ویدیو رو براش مشخص میکنید. الان نمیگیره به خاطر اینکه من اینجا فریویوی نگرفتم که بعد وارد اینجا بشه، این یک مسئله. مسئله بعدی هم این که باید عکس رو قشنگ انتخاب کنیم اینجا بسازیم تا این ویدیو رو برای ما خروجی بگیره. مطبعا مد نظرم نیست، فقط بهتون گفتم که در جریان باشید. من نمیخوام اسلاید شروع بشینم پشت درست هم، اصلا معنی نداره به نظر. اگر کسی بخواد من هم افزاری حرفه ای میسازه تو رشته های هنری. خب بوکم همینجور، مپم که جدیده برای کسی یک کار نقش و اینا میکنن. ببینید تصورم اینه که لایت روم برای گسترش خودش سعی کرده همه رشته ها، همه تیف ها رو پوشش بده. مثلا با مپ شما میتونی اینجا ببینی که بله من ایران رو دارم، الان داره از گوگل میخونه و بعد یه کم زمان میبره که زومش تحقیق شه و بعد بیای عکس رو به قول معروف انتخاب کنی، روی لوکیشن بذاری، برداری. خیلی
not useful. خیلی کار بودیست. بریم در پریمیز و کانتک شیت رو آموزش بدیم. بذارید فیلمش اینجا رو ضبط کنیم.